یازدهمین روز بهمن ماه برابر با 31 ژانویه، روز ملی و استقلال نارو، جمهوری نارو کوچکترین جمهوری جهان و به شکل جزیره‌ای در قاره اقیانوسیه در شمال جزایر سلیمان و در قسمت جنوبی خط استوا با جمعیتی در حدود 12,000 نفر است که غالباً از ملیت نارویی، پیرو آیین مسیحیت و با دو زبان رسمی انگلیسی و نارویی می باشد که پایتختش شهر یارن و واحد پولش دلار استرالیا است. سال 443 خورشیدی برابر با 1065 میلادی، اسدی طوسی شاعر ایرانی گرشاسب نامه را به سبک فردوسی در وصف گرشاسب یل سیستانی ایران باستان به پایان رسانید. سال 599 خورشیدی برابر با 1221 میلادی، نبرد دو روزه پروان میان سپاه مغول به فرماندهی قطغ و امیرزاده مغول و سپاهیان جلال الدین خوارزمشاه با شکست مغولان به پایان رسید. سال 977 خورشیدی برابر با 1599 میلادی، اولین کمپانی هند شرقی انگلیس در سرزمین هندوستان به دستور الیزابت اول ملکه وقت انگلیس تأسیس شد و از آن پس کلیه روابط انگلیس با ملل جنوب آسیا از طریق همین کمپانی هماهنگ می‌گردید. سال 1173 خورشیدی برابر با 1795 میلادی، شکست لطفعلی خان زند از آقا محمد خان قاجار که به شکنجه کور شدن و سرانجام قتل وی در تهران منجر شد. سال 1228 خورشیدی برابر با 1850 میلادی، آغاز قیام بزرگ مردم چین با نام شورش تایپینگ ها یا اراده خلق ها علیه خاندان سلطنتی منچو در این کشور. سال 1311 خورشیدی برابر با 1933 میلادی، پس از یک ماه مذاکرات پشت پرده و به رغم مخالفت شدید کمونیست های آلمان، سرانجام پاول فون هیندنبورگ فیلد مارشال آلمان و رئیس جمهور این کشور از آدولف هیتلر که حزبش برنده انتخابات شده بود خواست تا دولت خود را تشکیل دهد. سال 1320 خورشیدی برابر با 1942 میلادی، روزنامه مردم که بعداً ارگان حزب توده نامیده شد نخستین شماره خود را در تهران منتشر کرد. سال 1321 خورشیدی برابر با 1943 میلادی، نبرد خانه به خانه استالینگراد با تسلیم شدن فیلد مارشال فردریک پاولوس فرمانده ارتش ششم آلمان پایان یافت. سال 1325 خورشیدی برابر با 1947 میلادی، دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه در قاهره تأسیس شد. سال 1336 خورشیدی برابر با 1958 میلادی، اولین ماهواره زمینی آمریکا به فضا پرتاب شد. سال 1352 خورشیدی برابر با 1974 میلادی، بانک بیمه بازرگانان به علت ورشکستگی منحل شد و موقتاً امور آن بر عهده بانک ملی قرار گرفت.